به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان هر کجا که هستید سلام و درود میگویم. شما عزیزانی که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید، جمشید شالنگی هستم از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. بیش از 41 سال از انقلاب اسلامی در ایران، ایران به کجا رسیده است؟ آیا ایران در وضعیت کنونی توان باز آمدن به جهان معاصر را دارد؟ نشانه ها پاسخ مثبت به این پرسش رو در آستین دارد. آنچه که در ایران می گذرد جریان روبه رشد و روبه گسترش نارضایتی ها و اعتراضات مردمی است که ثمره 41 سال بیشتر انقلاب سفره آنها را خالی تر از روز پیش ساخته و می سازد. کرونا در ایران همچنان بیداد می کند. ایرانیان تنها ملت نه در منطقه که در سراسر جهان هستند که همزمان گرفتار دو مصیبت عظیم هستند: کرونا و حکومت فقی. آیا حکومت فقی آنگونه که کارگزاران و ارسالی های حکومت در آمریکا و اروپا تبلیغ می کنند اصلاح پذیر است؟ پاسخ این پرسش رو مردم ایران بارها به تأکید در اعتراضات خود دادن و در این میان نامه گروهی از ایرانیان با تعلق‌های گوناگون سیاسی به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و طلب همراهی او با مردم ایران در مسیر فشارهای بیشتر بر حکومت چه پیامدهایی داشته و میتواند داشته باشد؟ آیا ایران کنونی ایران حتی در زمان پرزیدنت اوباماست؟ آیا گوش شنوایی برای صدای شنیدن صدای مردم ایران در واشنگتن و دیگر پایتخت‌های مهم سیاسی جهان وجود دارد؟ پرسش ها بسیار است. در میان خواهیم گذاشت با دو میهمان گرامی، هر دو از ایران، آقای مهریار ظفرمهر، پژوهشگر سیاسی و فعال حقوق بشر از کرج، و آقای امین کرد، فعال سیاسی از تهران. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای ظفرمهر عزیز، درود و خوش آمد به شما در کرج. عرض درود و خسته نباشید خدمت جناب سالنگی عزیز. سپاس از شما. و در تهران آقای امین کرد، با درود خوش آمدید. درود بر شما جناب چالنگی عزیز، درود بر مهمان عزیزتون دوست عزیز من جناب ظفرمهر و درود بر بینندگان. خب هر دو عزیزان ببخشید، من عرض ادب کردم خدمت دوست گرانقدرم جناب کرد. برحال خوشحالیم که هر دو شما عزیزان رو با هم در برنامه داریم. امضا کنندگان این نامه خطاب به جو بایدن. واقعا آقای کرد عزیز، زمین کرد عزیز گرامی، از جو بایدن خود شما بفرمایید چرا خطاب به ایشون و چه خواسته ای دارید برای بینندگان؟ بفرمایید. خدمت شما عرض کنم تلاش برای بهبود وضعیت این سرزمین بلازده بدون شناخت و درک روابط و تعاملات بین الملل نخواهد بود. باید دست یاری دراز کنیم به سمت جامعه جهانی، حالا شروعش فرض کنید ایالات متحده آمریکا، ولی قطعا اتحادیه اروپا،
که در مواجهه با جمهوری اسلامی منافع ملت ایران هم در نظر بگیره، منافع و خواست ملت ایران، خواستی که در 3-4 بند اون نامه ما اعلامش کرده بودیم، شاید مهمترینش اون فشار حداکثری سیاسی، حقوقی و مالی بر رژیم هستش و همچنین از اراده ملت بزرگ ایران برای برگزاری یک رفراندوم یا همه پرسی برای برقراری یک حکومت ملی و مردمی حمایت بکنه. این خواستی بوده که ما برای شروع به آقای بایدن ضمن تبریک انتخاب ایشون به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مطرح کرده بودیم. خب آقای ظفرمهر، ببینید مردم، شما عزیزان و مردم خواستایی دارن از دولت‌های بزرگ مثل دولت واشنگتن، آقای بایدن، همون که اشاره کردم و شما هم قطعا تایید میکنید چون امضا کردید این نامه رو، فشارهای حداکثری، همون اقدامی که در زمان ترامپ بوده. از اون طرف هم حکومت فقیه، اونا هم خواستهایی از جو بایدن دارن. حالا چه دلیلی داره که آقای بایدن از مردم دفاع کنه یا حمایت کنه یا به خواستهای مردم ایران توجه کنه؟ مثل همون زمانی که زمان اوباما گفته شد اوباما یا با ما با اونا، ولی اوباما عملا نشون داد با اقداماتش که جانب حکومت رو گرفت. این بار چه دلیلی وجود داره که بایدن خلاف اون عمل رو انجام بده، هرچند خود ایشون هم گفته من دولت سوم اوباما نیستم؟ جناب چالنگی، بذارید با صراحت من یک نکته رو خدمت شما بگم. ما از نوشتن این نامه، خب هر کدوم از عزیزان در ذهنشون با توجه به اون اشتراکات یه تفسیری از این نامه دارد. من خودم حقیقتا وقتی مفهوم حکومت و دولت و حکمرانی و کشورداری رو به عنوان یه پژوهشگر علوم اجتماعی در تمام جهان به نوعی مطالعه کردیم، یک رابطه دو طرفه میان مردم و حاکمان بر اساس آنچه که امروز دموکراسی گفته می شود برقرار. ما امروز اصلا سامانه ای که بشه چنین مشخصاتی رو بهش داد از ابتدای انقلاب، ما همین امروز شاهدش نبود. ما شاهد یک گروه، یک فرقه، یک سن که البته با وعده به یک دنیای بهتر اومدن، ولی اون وعده ها بر اساس آنچه که متکلمین میگویند تبدیل به وعید شد. یعنی یک جهنمی رو ما شاهدش بود. هر آنچه که در قبل از انقلاب با تمام ضعف‌هایی که حکومت شاه بود داشتیم رو نه تنها از دست دادیم، بلکه یک ملت گروگان گرفته شد. همه سخن من حداقل به جو بایدن اگر قرار بود سخن بگویم این بود که به جای اینکه با کسانی که اینها اصلا در شکل نیشن یا اصطلاحاً دولت ملت مفهومش رو کلا به هم ریختن و یک استیت نرمال نیستن بخواید گفتگو کنید، بیایید و صدای مردم ایران رو بشنوید. اصلا به هیچ وجه این رو ما نمیپذیریم که حکومتی که در تمام جهان به نوعی رفتارش از نپذیرفتن FATF بگیرید این اواخر تا همون ابتدای انقلاب گروگانگیری اصطلاحا آمریکایی ها، برای خود من به عنوان یک ایرانی سواله، آیا بازیه؟ یه بازی بودیم؟ یعنی ما ایرانی ها الان بین قدرت‌های جهانی بازی بین قدرت‌ها و حکومت‌های رو شاهد هستیم؟ یعنی اصطلاحاً این حکومت از آمریکا برای ما یه لولو ساخته؟ من اولین کاری که به عنوان یه پژوهشگر علوم اجتماعی امروز در نگاه فلسفی دارم اینه که میشه به انسان‌ها به جای اینکه بر هم شمشیر بکشن با هم گفتگو کنن، و این نامه‌نگاری اولین هدفش اینه. یعنی ما بشینیم و گفتگو کنیم، اون لولوه رو کم کم از ذهن مردم، از ذهن مردم که میگم واقعا دیگه آمریکا لولو نیست در ذهن مردم، اما این آنچه که حکومت دوست دارد که آمریکا رو لولو نشون بده، نشون بدیم که نه این گونه نیست. نقد هم داریم به دولت آمریکا، همچنین دولت کارتر که جناب بایدن در همون زمان عضو هیئت اصلاحاً دولت
کارتر بودن و آنچه که گذشت و بشینیم گفتگو کنیم و آنچه که تحت عنوان فشار حداکثری هم هست که حالا من بعداً خدمتتون عرض خواهم کرد که دقیقاً منظور نظر ما چیست، یعنی آیا دقیقاً آن چیزی است که در زمان ترامپ رفت یا نه یه مقدار ما هوشمندانه تر دقیق تر علمی تر قرار موضوع رو بررسی. خب آقای ظفرمهر به پژوهش‌های اشاره کردن، دارای پژوهش‌های متعدد در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی هستند. در ارتباط با ایران اشاره کردن به فاصله بین مردم و حکومت نکته بسیار مهمی هست. من بارها در تفسیر خبر اشاره کردن در صحبت‌های روزمره مردم از همون آغاز به حکومت به عنوان اینها میگفتن، اینا نمیرن، اینا حالا حالا برو نیستن، اینا شکمشون سیری نداره. این ضمیر سوم شخص جمع رو به کار بردن به خودی خود نشون دهنده فاصله هست که بین مردم هست و حکومت هست. و حتی از نظر ظاهر قبل از برنامه من حرفم همین بود که این حکومت هیچ ارتباطی از نظر میبخشید ظاهری هم به مردم، اکثر مردم جوانان ایران چه دختر و چه پسر نداره و چه جوانان ارجمندی مانند مهمانان گرامی ما، ظاهر آراسته ترتمیز و حکومتی که مظهر هرچه که هست خود شما بهتر میدونید. پلشتی بله پلشتی اشاره کردن، به هر حال کلمه ایش که ایشون استفاده کردن. آقای کرد گرامی شما بفرمایید حالا چرا آمریکا، چرا مثلا فرانسه نه، اتحادیه اروپا نه، چون اونها بیشترین حمایت و همراهی رو داشتن، یا نه قصد هست با اونا مکاتبه ای برقرار بشه یا نامه یا خطابی؟ من نخست به پرسشی که از مهمان عزیزتون کردید یه پاسخ دیگه بگم. امروز ما 42 سال است که از حاکمیت جمهوری اسلامی داره میگذره، حاصلش جز قهر با جامعه جهانی و انزوایی که روز به روز بیشتر میشه حاصلی نداشته. در مقابل کشورهای دیگه هم به درستی بر اساس منافعشون برخورد میکنن با جمهوری اسلامی، با جمهوری اسلامی وارد معاملاتی میشن و قطعا خب منافع ملی خودشون رو در نظر میگیرن. اشارهی که ما در این نامه داشتیم شاید به این صورته، بجز این که خب حاصل 42 سال حاکمیت جمهوری اسلامی به خصوص در بخش حقوق بشر رو گویسد کردیم، هشدار دادیم که جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط هستش. میبینید که روز به روز انزوای بیشتری چه در صحنه داخلی چه در صحنه جهانی باش مواجه هستش. نمونهش هم آخرین انتخاباتی بود که داشت، اساره فضایل یک ملت میبینید که چه کسانی شدن و برخوردی که حتی دوستانشون در سطح منطقه همچون روسیه باشون برخورد میکنه. خب این یه انزواییه که نشون دهنده اینه که جامعه جهانی هم این درک رو کرده که این حاکمیت ماندگار نیستش. نامه هم چرا تنها انتقادی که بر ما وارد باشه اینه که چرا به ایالات متحده نامه نوشتید، به دیگر کشورها ننوشتید. شاید این یک شروعی باشه، شاید نامه های بعدی بتونه با امضاهای بیشتر و گسترده تر به کشورهای دیگه باشه و قطعا خب تجربه ای که ما تو این نامه به دست آوردیم سبب شدش که خب در اقدامات بعدی موضوعات بهتری رو اشاره کنیم. موضوعی که خب شاید الان بیشتر انتقادا بر اون هستش بحث فشار حداکثریه که ما از اون یاد کردیم. قطعا هر کس از این، چون نگاه ها و دیدگاه مختلفی در این بیانیه هستش، من و دوستانی که با نگاه ملی و با تاکید و پایبندی کامل به منافع و مصالح ملی این نامه رو امضا کردیم، تاکیدمون هم بر اینه که تحریم ها باید به صورتی هوشمندانه باشه که کمترین فشار رو بر مردم ایران وارد کنه. در هر صورت تمام امضا کنندگان این نامه در ایران هستن و سختی ها رو دارن بهتر از دوستان خارج از کشور درک میکنن، ولی ما چندین ساله داریم سختی میکشیم که به یک نتیجه ای برسیم.
و میبینیم که جمهوری اسلامی با فرض کنید برجام تونست بخشی از پولهای بلوکه شدهش رو به دست بیاره، ولی اون چیزی تغییری در معیشت مردم به وجود نیاورد. از این بابته که ما دعوت کردیم که تحریم‌های مالی باشه. دعوت هم میکنم از فعالان سیاسی و کنشگران که هوشمندانه با این موضوع برخورد کنند. در موضوع واکسن کرونا دیدید که اول بحث این بود که به ما کشوری نمی فروشه، بعد بحث این بود که پول و اجازه انتقال نمیدن. همه اینا که مشکلاتش یعنی مشخص شد که مشکل نیست، رهبر جمهوری اسلامی برگشتن گفتن اصلا ما نمیخوایم بخریم. باقی مسائل، تحریم‌های دارویی که جمهوری اسلامی به اون استناد میکنه، یک بازی سیاسی هستش و ما رو به درستی مهمانتون گفت گروگان گرفتن، گروگان حاکمیت هستیم برای اینکه بتونه به مقاصدش دست بده. بله، شما سخن داشتین درباره تحریم ها و پیشنهادید آقای ظفرمهر گرامی، چطور میشه تحریم هایی رو اعمال کرد، به کار بود که به مردم فشار نیاد اونطور که اشاره کردن آقای امین کرد عزیز؟ بله، با سپاس از جناب امین کردی گرانقدر و شما. ببینید جناب شالنگی، من یک نظریه ای رو چند سال پیش در خطاب یکی از اساتیدی که آقا ما برای تغییر از این وضعیت به وضعیت مطلوب نظریه سیاسی نداریم، با پژوهش‌هایی که داشتم نظریه رو تحت عنوان کارآمدی بیان کردم که بیشترین مطلوب، یعنی بیشترین موضوعی که اون رو مورد توجه در این نظریه قرار دادیم اینه که مردم ایران خودشون با مسئولیت پذیری، با پرسشگری، با مطالبه‌گری، با مسئله محوری از طریق آخرین دستاوردهای دانش و خرد بشری و آنچه که اصطلاحاً خرد جمعی گفته می شود کشورشون رو اداره کنه و در این اصطلاحاً اداره کشور تمام اون ضوابطی که مثل دوله‌ای بودن، مسئولیت پذیری، یعنی یه شیفت پارادایمی اصلا در این گفتمان من بین قدرت و مدیریت انجام دادم که دیگه قدرت چیزی نیستش که یا از طرف خدا یا از برای ایزدی باشه، بلکه قدرت از طرف مردمه و آن کسایی که انتخاب میشن خیشکاری خودشون رو انجام میدن، چنانچه البته کارآمد باشن که خب بحث طولانی، چون بر اساس اون کانتکسی نامه رو من امضا کردم میخوام این نکته رو توضیح بدم. ببینید ما در همه جهان در یک سیستمه، ما در نظریه سیستم ها در علوم اجتماعی این رو داریم، همه هستی یک سیستمه و از خورده سیستم خورده سیستم های دیگر تر، یعنی ایران خودش یک خورده سیستمه در سیستم جهان. ما نمیتونیم با شعارهایی که در قبل از انقلاب بود و همهش هم تو خالی بود، چون یکی از باز موضوعات که روش من تاکید دارم اینه که تمام واژه‌هایی که ما باید به کار ببریم و به کار میبریم از امروز باید معطوف عالم واقع باشه. مفهوم آزادی رو ما باید در عالم واقع معنا کنیم به شکل حقوقی، مفهوم عدالت رو به فکر شکل حقوقی باید معنا کنیم، اونم توسط قانون نویسانی که اصطلاحاً بیرون از پارادایم ماوراءطبیعه بخوان در همین طبیعت برای یک زندگی مطلوب که کاهش رنج آدمیان رو حداقل توش داشته باشه به اصطلاحاً قانون نویسی دست. حالا شما در نظر بگیرید ما در یک خرده سیستمی به نام ایران در یک محیطی به نام جهان قرار گرفتیم، یا باید با همین لولوبازی و دشمنبازی و اصطلاحاً بی‌نظمی که حالا من گفتم پلشتی دقیقاً به همین معنی که توی تفکری که تحت عنوان کارآمدی نام بردم، یعنی تمام اجزای یک سیستم ارتباطاتشون با هم دیگه معلوم باشه هدفشون چیه، بر اساس چهار تفکر استراتژیک، سیستماتیک، نقادانه و خلاقانه کشور باید اداره بشه. حالا فکرشو بکنید وقتی من در تعامل رو می‌بندم با یه شعار استقلال، مگر ما مستعمره بودیم که استقلال؟ استقلال از چی؟ استقلال از این که ما ارتباطاتمون رو مثلا با جهان خارج قطع کنیم، فقط مثلا نفت بفروشیم، همه چی رو خودمون تولید کنیم؟ اصلا خرد بشری در قرن 21 چنین چیز رو تایید میکنه؟ ما متاسفانه افتادیم در یک چاله مفاهیم ایدئولوژیکی که متاسفانه یه بخش چپ زده ها بودن، چون من بالاخره به چپ گراها و دوستان عزیزی که اندیشه چپ دارن احترام میذارم، یه بخشش هم کسایی بودن که خلاصه از ماوراء طبیعه و اموری که مربوط به ایمان انسان هاست و رابطه انسان به خدا
یک دستگاه سیاسی ساختن که چیزی که در اون از بین رفت هم انسان بود، هم الله بود، هم اخلاق بود، هم دین بود، فقط و فقط برای اینکه جیب مردم رو خالی کنن از اینها سوء استفاده کردن. یعنی من در اصطلاحا نظری کارآمدی گفتم ما اگر بخوایم حتی یک کشور شیعه اما پیشرفته باشیم، تنها کاری که باید بکنیم مدیریت جامعه رو بدیم دست انسان‌های شایسته و کارآمد و این گونه، همون گونه که می‌بینید ژاپنی‌ها الان مثلا کیمونوشون رو می‌پوشن، فرهنگشون رو دارن، نیومدن شبیه مثلا فرهنگ‌های دیگه بشن. ما ایرانی‌ها می‌تونیم آداب و فرهنگ قدیم خودمون رو داشته باشیم با برای مذهبی گوناگون، بهایی، یهودی، مسیحی، شیعه، سنی، اما بحث مدیریت کشور یک بحثی است که شبیه مثلا فرض کنید مثال ساده من بزنم، میخوان لوله کشی کنن. من اگر انسان بسیار خوبی هم باشم، نمازم هم بخونم، دروغم نگم، دلیل برای نیست که لوله کشی خوبی هست. و کار مدیریت و حکومتداری و کشورداری اینه، این بخشه. ربطی به این نداره که من حتی انسان خوبی هم، اخلاقم خوبه، نمیدونم نوع برخوردم با آدم ها. این چیزی بود که سبب شد ما این نامه رو بنویسیم تا این نگاه اصطلاحاً تعاملی رو بین تمام جهان و اصطلاحاً ایران برقرار کنیم و از این چهارهای به اصطلاح اول انقلاب که همش هم تو خالی بود دست برداریم. مثلا به نظر من اینا ما رو به جایی نمیبره. بله فرمودید این رو و نکاتی رو که به آقای ظفرمهر اشاره کردن و توضیح دادن بسیار نکات مهمی است و قابل بحث و وقت بسیاری میخواد. در جمله نکته مهمی که راجع به آزادی گفتم، مفهوم مشترک بارها من اشاره کردم به بین شهردهندگان نبود، از فدایان اسلام تا چریک فدایی خلق حزب توده، جبهه ملی و بقیه، چه مفهوم مشترک آزادی. همونطور که فرمودن ایشون ما مستعمره جایی نبودیم، جمهوری اسلامی هم امر مبهمی بود. اما پرسش همچنان این هست آقای امین کرد عزیز که این تحریم های هوشمندانه چگونه باید باشه که به مردم فشار نیاد و حکومت رو، یعنی وقتی مردم جدان و حکومت جدا، چجور میشه فقط به حکومت فشار آورد و به مردم فشاری نیاد؟ چه باید کرد آقای امین کرد؟ من خدمت شما عرض کنم تحریم هایی که انجام شده تا به امروز هم که شاهدش هستیم میبینیم که جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده. یعنی دست کم جمهوری اسلامی رو محدود به مرزهاش کرده، دیگه از اون ماجراجوییاش در کشورهای فرض کن یمن و عراق و سوریه خبری نیست. خب این نشون میده، ولی بخشی از این خب فشار روی مردم بوده. تحریم مایحتاج اولیه، تحریم دارویی یا منع سفر مردم عادی، اینا تحریم های خب با مردم مستقیم در ارتباطه. گله ای هم که ما داریم اینه که بخشی از این در این دوره میدیدیم که پول های جمهوری اسلامی خودش میتونست جابجا کنه. فرزندان مقام های جمهوری اسلامی الان همگی ساکن خارج از کشور هستن. اینها قسمت هاییه که خب باید جامعه جهانی بر اون حساس باشه و توقع داشته باشه که توقع داریم از اینا که بتونه جلوی اینا رو بگیره و مردم رو کمک کنه و حمایت کنه از اون اراده مردم که در بیانیه هم از اون یاد شده. چون الان دیگه فکر میکنم بحث این که وجود جمهوری اسلامی در مورد بودن و نبودن یا اصلاح طلب اصلاح پذیر بودن یا نمودنش دیگه به نظرم تموم شده. امروز که ما داریم در 42 سال تأسیس این، البته من از کلمه نظام استفاده نمیکنم چون نظمی برای این حاکم نیست، بلکه واژه مناسب به نظرم همون حاکمیت جمهوری اسلامی، میبینیم که اصلاح پذیر نیست، از طرف دیگه قابل تحمل هم نیست. یعنی با نگاه ملی و به نگاه منافع ملی وقتی به جمهوری اسلامی نگاه میکنیم میبینیم که تهدید سرزمینی ما بیش از پیش شده، فاصله طبقاتی بیش از پیش شده، اینا بیشترین تهدید امنیتی محسوب میشن. تهدید امنیتی نوشتن ما به جهان و دعوت از اونا برای کمک به ما نیستش.
آقای ظفرمرد، نکات بسیار مهمی رو هم شما و هم آقای امین کرد گرامی مطرح کردید، برش تأکید کردید، توضیح دادید و روشن کردید. اما حکومت فقیه این نکته رو میگه که ما با آمدن ما باعث بیداری اسلامی شدیم، اولا عزت و اعتبار داریم، ما دیگه جای فرمان نمیگیریم و به اصطلاح الان جاییست که حتی یک فیلمساز صاحب نام مثل آقای حاتمی کیا مثلا میاد و میگه که ببینید رئیس جمهوری آمریکا هر روز اسم ایران میاره و این نشوندنده اهمیت ایران هست. حالا یک زمانی هم رئیس جمهوری آمریکا مثلا اسم القاعده رو این بنتب میوردن، اون سازمان تروریستی رو و همه اینها، اون بحث دیگریش. به هر حال این یه منبع اعتباری تلقی شده از جانب این فیلم شد. شما به ما چه خواهید گفت در پاسخ این سخنان مسئولان و مبلغان حکومت ایران که الان بیداری اسلامی است و جهان از اسلامی که با انقلاب اسلامی شناخته شد داره حساب میبره؟ ببینید، من با مفاهیم توخالی و اصطلاح انتزاعی قرنم و اصلا نمیفهمم. حالا اونا دلشون هر چی میخوان بگن، من با آمار حرف میزنم. شما بیاین توی اصطلاحا شاخصهای توسعه در جهان، همه معلوم، یکیشو نگاه کنید. در طول این 40 سال اگر ما اون شاخص پیشرفت کرده بودیم، من دستامو میبرم بالا و اصلا میگم آقا من اشتباه کردم، من تو همین الان در خطاهای شناختی بسیاری غوطه‌ور بودم. شما وقتی میگی بیداری اسلامی، اسلام انتزاعی که ما در عالم خلک اسلام که نداریم، یه مسلمانانی داریم که دارای یه رفتار و کردارایی هستن که قبلا هم بودن و زندگی خوبی هم داشتن به واسه اون مدیریت بهینه، در این حالی که انتقادی هم بهش بود، یعنی 100% کامل نبود. اما الان اصلا مدیریت نیست. حالا جناب کرد گفتن حاکمیت، واقعا حکومت داریه نه کشور داری. یعنی یه بخشی فقط میخوان حکومت کنن، اونم حکومت نه باز برای اینکه اصطلاحاً پیشرفتی برای مردم به وجود بیاد، برای اینکه بتونن روز به روز به اون ایدئولوژی که خودشون باور اصطلاحاً دارند، و اون ایدئولوژی چیزی جز این نیست که در این جهان بهترین بهترین اصطلاحاً استفاده ها رو ببری، ولی در زبان بگویید نمیدونم از اسلام و معنویت و مذهب و غیره. من خدمت شما اون در مورد اون تحریمایی که پرسیدید، من اونجا پاسخ ندادم هوشمندانه. من میخواستم یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. جناب چالنگی، باور کنید اگر به عنوان یک انسانی که چه در ایران بودم چه در خارج ایران بودم، میتونستم با هر کدوم از این سردمداران اروپایی آمریکایی صحبت کنم، بهشون میگفتم شما با ویروس کرونا چجوری برخورد کردید، چقدر تلاش کردید، چقدر سرمایه گذاشتید که این ویروس رو از بین ببرید، آیا آنچه که امروز شاهدش هستید کمتر از این پدیده ایست که الان من نامشو بردم؟ آیا با ویروس باید گفتگو کرد؟ اگر هم قرار گفتگو کنید، بیایید گفتگویی رو با مردمی بکنید که زیر فشار این ویروس سراشون تو سطل آشغاله. آقای چالنگی باور کنید، من 2 سال سوی چشمامو ندست دادم. به منم چیز گفتن دوربین بالا نگاه نکن. خب یعنی دارم با یک چشمان بیسو دارم حرف میزنم. در بهزیستی که من مدت الان چند سال باشون در ارتباطن، همین امسال سال 90 من دارم سنباسنه درف میزنم، از فروردین تا شهریور مستمری بهزیستی در این حالی که کرونا داشتن تا شهریور ما ریخته نشد، اونم های 85,000 تومن. آخه ما با مافیاست اینجا الان سرکار داریم، یه بی نظمی مافیایی. خب شما مردم ایران اینقدر با فرهنگن. بله، اجازه بفرمایید. خیلی کوتاه بفرمایید. اجازه بفرمایید جناب ظفرمرد، خیلی کوتاه بفرمایید. شما کاخ سفید هستید، با جو بایدن یا هر کسی، الیزه، هر جایی با مسئولان دارید صحبت میکنید، همین پرسش مطرح میکنید. اگه به شما پاسخ بدم آقا ما این منافع ملی داریم، منافع ملی ما ایجاب میکنه که اینطور باشه، یه زمانی حمایت کنیم. حالا چه دلایلی الان، چه منظری در برابر هست که منافع ملی زمینه قبول کردن حرف شما رو آیا میبینید الان تغییراتی هست که
این بگه بله من هر مشکل دستاور... اگر نه همه این مسائل همه رو من تردید ندارم، از ریز تا درشت آخرین دستاوردهای دانش در نظریه های سیستمی است. منافع مردم ایران از منافع جهان جدا نیست. یعنی اگر یه روزی خونه آتش گرفت ما بهش بی‌تفاوت بودیم، چون من از منظر حقوق بشری بیشتر این نامه رو امضا کردم و اون بخش فشار حداکثری هم به حساب با جو بایدن که گفتیم، همونطور که امین کرد عزیز گفت، به در گفتیم دیوار بشنوه، یعنی اروپایی ها بشنوه که آقا شما فشار حداکثری لازم نیستش که هی ناز اینا رو بکشید، اصطلاحا دیپلماتاتون رو از ایران خارج کنید. اگر منافع مردم ایران رو در نظر بگیرن، یعنی منافع مردم آمریکا رو در نظر گرفت خواهند. آقای ظفرمند بسیار، اگر منافع مردم ایران رو در نظر بگیرن، منافع مردم آمریکا رو در نظر گرفتن. این حرف در خود آمریکا هم زده میشه. بسیاری از آمریکایی‌ها، کسانی که صاحب نگاهی هستن به اوضاع خاورمیانه، این حرف رو هم به هم به شکل دیگه مطرح میکنن. کما اینکه همین حرف زمین ساز تبلیغات آقای جیمی کارتر شد برای به ریاست جمهوری رسیدن، که یعنی سیاست خارجی جیمی کارتر محور اصلیش حقوق بشر در ایران بود به عنوان یکی از متحدان آمریکا. به عبارت دیگه آقای امین کرد گرامی، شما بفرمایید که بنی آدم اعضای یک پیکرند شد، همین شعر معروف سعدی، چرا چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را چرا نباید نماند قرار؟ نظر و نگاه شما رو میشنویم. من معتقدم درست منافع مردم کشورهای مختلف شاید همسویی با هم داشته باشه، ولی گاهن منافع حاکمیت ها ممکنه با منافع ملت های دیگه همسو نباشه. ما داریم این گوشزد رو به جامعه جهانی میکنیم، میگم باز تاکید میکنم آمار صحبت میکنن. الان شما پرسیدید که وضعیت، ادعا میکنن ما اوضاع بهتری داریم نسبت به گذشته. خب آمار دارن سخن میگن دیگه، توهم خودکفایی و توهم پیشرفت نیست. مگر میشه ما جز نمیدونم 5 کشور هسته‌ای دنیا باشیم و نتونیم دستمال کاغذی تولید کنیم؟ نمیدونم جز کشورهایی باشیم که صنعت ماهواره‌ای، جزء کشورهای برتر صنعت ماهواره‌ای هستیم، ولی در تولید برق، آنم در زمستانی که خب عمدتا مصرف برق در ایران به خاطر وجود گاز پایینه، مشکل داشته باشیم. جهان داره با واژه‌ها و موضوعاتی مثل هوش مصنوعی، مثل نمیدونم سنسورهای هوشمند، وارد انقلاب صنعتی چهارم میشه. ما همچنان شهرهای جنوبیمون گرفتار آب آشامیدنی هستند، تهران گرفتار آلودگی هواست. هیچ وقت نمیتونه، یعنی توهم پیشرفت پیشرفت متوازنه. من نمیتونم قبول کنم که کشوری که در تامین مایحتاج اولیه مردمش مستصله میتونه جزء چند کشور برتر هسته‌ای باشه. آمار سخن میگن. اون صحبتی هم که شما کردید، بله اول انقلاب این گفته بودش که تخصص لازم نیست، تعهد لازمه. به میانه راه که رسیدن گفتن که تخصص همراه با تعهد. ما امروز واقعا به تخصص، یعنی خرد که از این حاکمیت رخ بربسته، ولی واقعا به تخصص احتیاج داریم. آقای ظفرمهر، این اوضاع همین هست که شما اشاره کردید، جناب امین کرد اشاره کرد، توضیح دادن. گذر به کجاست؟ اگر پرسیده بشه خیلی خوب، ما حمایت میکنیم از مردم ایران، اونجایی که سهم ما هست، میخواید به کجا برید؟ به کجا برسید؟ به طور کوتاه به ما چه خواهید؟ و به پرسش کنید. جناب چالنگی، باور کنید ما با تمام سختی ها در ایران مردمی بسیار فهیم، باشعور، فرهنگی که میبینید بسیار هوشمندانه دارن زندگیشون رو راه میبرن و مردم ایرانن که الان دارن اقتصاد کشور ایران رو، خود آقای خمینی که گفت اقتصاد مال خره، این اصلا باور نداشت. یعنی ما در 10 سال برنامه بود دوره آقای احمدی نژاد، اصلا سازمان برنامه بودجه رو تعطیل کرد. این مردم ایران هستن که خودشون دارن به همدیگه خیلی هم مهربانن. اینو دارم میگم که آینده ایران هرگز اون بلبشو و اون شلوغی و نمیدونم توری شدن نخواهد شد، بلکه اگر فقط مردم ایران، با توجه این که من در نظریه کارآمدی خودم گفتم که ما باید دستمون رو پای خودمون بذاریم، مردم ایران خودشون نجات، هیچ کشوری نمیتونه به ما کمک کنه. ما حرفمون اینه،
که بابا نیاین حداقل سدی بشید بر راه مبارزات مردم ایران. آقای جوبای، آقای اروپایی ها، بحث ما اینه. ما میگیم اگر فشار حداکثری میذارید، این فشار حداکثری رو به گونه ای بذارید که دقیقاً معکوف بشه به حاکمیتی که داره از این اصطلاحاً حتی این فشارها سود میبره. ببینید راه چاره درمان درد مردم ایران در درون ایرانه. بله. اما من فقط مثال میزنم تموم میکنم. فرض کنید یک سنگی رو بر روی یک گیاهی گذاشتن که این گیاه اگر بخواد رشد کنه، این سنگ باید، ما الان بسیاری از آنچه که در نظم جهانی میگذرد و ارتباطاتی که با این حکومت داره ارتباط میشه، همون سنگه میدونیم که جلوی رشد مردم ایران رو گرفته. اگر این سنگ برداشته بشه، مردم ایران به راحتی میتونن خودشون رو بازسازی کنن. به راحتی. اینقدر ما نخبه داریم، انقدر من خودم چون توی اصطلاحاً شرکت‌های سفتی که داشتیم در بنیاد ملی نخبگان، عزیزانی که خارج از کشور هستن و به زور و تبعید اصطلاحاً انگار اونجا حضور دارن، خب همه اینا میتونن دست به دست هم بدن و یک کشوری که در اون کشور حتی مسلمانان بسیار مذهبی هم رو چشم من و چشم شما و چشم همه ایرانی ها جاست. بس اینجاست، به قول حافظ عزیز، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. آقا یک صنف از یک مذهب با یک اینترپریشن و تفسیر خاص نمیتونه بر یک کشور در قرن 21 حکومت کنه. حرف حساب اینه. حالا ما اینو گفتیم از طرف چپ زده ها، نه چپ گراها. در آمریکای شمالی خانوم میاد دقیقاً چون آخوندن دیگه، میزنن به سرای کربلا. ما بحثمون اینه، میگن آی چرا از بیگانگان شما طلب کمک، کجا ما طلب کمک از بیگانه کردیم که بیاد ما رو آزاد کنه؟ ما خودمون آزاد میکنیم. ما گفتیم آی جو بایدن حواست باشه رایی رو نری که اصطلاحاً سلف تو رفت. آی اروپاییان، وقتی شما در روسیه کوچکترین اتفاقی میفته دیپلماتاتون رو اصطلاحاً اخراج میکنن، شما هم عکس العمل نشون میدید. چرا وقتی میبینید که 1500 نفر کشته، پویای بختیاری دوست من که آقا منوچه پدر ایشون جنبش دادخواه ایران رو الان پرچمش رو برده بالا، منم تو اون جنبش حضور دارم با شهامت تمامم ایستادم، اینها تیکه تیکه شدن. یک آقا بر اساس گفتمان دینی آیه صریح قرآن میگه اگر یک جان رو بگیری همه انسان ها رو جانشون رو گرفتی و اگر حیاتی ببخشی به یک انسان به همه انسان. این کجای این تفکر در این 42 سال از پشت بام علوی بگیرید تا همین آبان ماه، تا همین چند وقت پیش که نوید رو کشتن، تا روح الله زمین رو کشتن که هیچ نکرده بود، هیچ نکرده بود جز این که حق رو گفته بود. آخه نمیشه که ساکت بود. بعد فکرم کردن از نصر به رو، نه بابا از نصر به رو کار دیگه نخواهد کرد. بسیار خوب. بله، اشاره کردن به سوریه که تبلیغ حکومت هست. البته این رو من بگم، لابی جمهوری اسلامی در واشنگتن در پی این هست هر صدایی از ایران میرسه در اینجا به سمپاشی یا هر چی که هست این صدا رو کم به اصطلاح تنین تر کنند و اقداماتی که انجام میدن. به هر حال دلارهایی است که از تهران میرسه و جاهای دیگه. اما به سوریه اشاره کردن، حکومت این رو تبلیغ کرده که اگر ما بریم ایران سوریه خواهد شد. به این نکته توجه زیادی نشده که اگر سوریه دچار مشکلی شد به خاطر این بود که اسد نرفت. یعنی اسد نرفت. اگر اسد میرفت با همون اعتراضات اولیه، به هر حال سوریه به چنین وضعی دچار نمیشد. به هر حال اینها پشتیبان اسد بودن. بله این بله بسیار طولانی، ولی بفرمایید جناب امین کرد، وقت کوتاهی داریم. این تشکل قصد این رو نداره که در آینده اقدام انجام بده. آیا خود این نمیتونه سنگ بنای تازه ای باشه برای گرد هم اومدن افراد؟ چون من دیدم کسانی با عقاید و راه روش های سیاسی متفاوت پای این بیانیه را امضا گذاشتن. آیا نمیشه این رو یه جایی قدر مشترکی که هست ایران، نمیشه آقای امین کرد؟ من خدمت شما بگم، بعد از تقریبا 42 سال ما درد و فهمیدیم، ما که میگم کل کنشگران سیاسی، درمان هم پیدا کردیم، درمان رو فهمیدیم، در اتحادمونه، ولی همچنان شیوه مصرف این درمان و دارو رو بلد نیستیم. یعنی دو نفر متحد شدیم، کنار هم شدیم روی شعارهای حداقلی یا یه خواستای به حق حداقلی،
به نظر من میتونه یک شروعی باشه برای اینکه دور شعارهای بزرگتر گرد هم جمع شیم، خواستا رو بتونیم قویتر و محکمتر اعلام کنیم. چیز پیچیده هم نمیخوایم. فرمودید که چه میخوایم؟ ما سامانه دموکراتیک و لایک میخوایم که با جهان آشتی کنه، به پیمانهای جهانی بپیونده و به پیمانهای جهانی پایبند باشه، کشوری آرام و دوست برای کل جهان باشیم. هیچ وقت هم با این توهم پیشرفت و اینا موافق نیستیم. ترجیح میدیم در همکاری‌های جهانی همراه باشیم به جای اینکه بریم چرخ و دگربار اختراع کنیم. من فکر میکنم با توجه به بازخوردش منتظر خبرهای خوبی میشه روی این حرکت بود. سپاس بسیار از شما. گفتنی ها بسیار، سخن ها بسیار، نگاه های دقیق دو مهمان گرامی برنامه، جناب امین کرد از تهران و جناب آقای ظفرمهر از کرج. امیدواریم در شماره های آینده نیز با ما باشید. پیام ها رو در پیش داریم و وقت برنامه متاسفانه محدود. منتظر دیدار و شنیدن سخنان شما عزیزان در شماره های آینده تفسیر خبر است. خیلی سپاسگزارم جناب شلو. درود بر شما. ممنون هستیم از اینکه با ما بودیم. تریبون تفسیر خبر برنامه خود شما عزیزان هست، برنامه همه کسانی است که به ایرانی شایسته مردم ایران میاندیشند و در این مسیر تلاش میکنند با هر عقیده و راه و روش سیاسی که دارند برای انسان ایرانی احترام قائلند و خواستار آرامش و رفاه و آزادی های او هستند در چارچوب قوانینی که خود مردم ایران برپا می کنند و جاری می سازند. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و پیام های شما عزیزان. سلام و درود به آقای جمشید چالنگی. آقای جمشید چالنگی، واقعا قشنگ شما دیسکرایب کردی این حکومت رو، حکومت الهی، فکاهی جنایی، اولاد کوروش و داریوش و ملا باقر مجلسی و شیخ فضل‌الله نوری و این کثافت ها. و به هر طریق خیلی متشکرم به خاطر برنامه تفسیر خبرت که واقعا حرف نداره. با امیدوار همیشه سالم و خوب و سلامت و خوشحال باشی. سپاس بسیار از شما بیننده گرامی. ممنون از لطف شما در هر کجا که هستید. امیدوارم شما هم همیشه سالم و تندرست و شاد باشید. ممنون از محبت شما. پیام بعدی رو میشنویم. الو، درود فراوان بر آقای چالنگی. ایشون رو خیلی دوست دارم. آقای چالنگی دستتون رو میبوسم، پیشونی ماهتون رو میبوسم. بی نظیرین، به خدا بی نظیرین. همونطور که پادشاه ما بی نظیر بود، شما بی نظیر هستین. هرچی خاک اون عمر شما باشه. آقای چالنگی یک خواهش دارم که تو تلویزیون بگی اگر رژیم عوض شد خمینی رو قبرستونش رو خراب نکنن. تمام اینا آدمایی که به دار آویخته شدن، کشته شدن، تمام اینا که به دست این رژیم کثافت از بین رفتن، همه عکساشون رو بذارن. مثل آلمان که نازیار تمام آدمایی که کشتن، همه اینا رو، عکسای آدما رو بذارن به در دیوار توی خمینی، که این خمینی بود که اینا باعث شد که کشته بشن. بعدم بلیط بفروشن در آینده، مجانی نباشه، بلیط بفروشن برن مردم ببینن که درآمدی هم باشه. ممنون بانوی گرامی. سپاس بسیار از محبت و لطف شما بانوی گرامی. تندرست و شاد باشید. پیشنهاد قابل تأملی هست، پیشنهادی است برای اینکه تبدیل بشه آرامگاه خمینی، این بارگاه عظیمی که ساخته شده و گران قیمت در
در فاصله چند صد متری اون کودکان کارتون خواب، مردم گور خواب رو ما میبینیم در کنار یک همچین دستگاه عریض و طویلی که در حال نوه خمینی هم، سید حسن هم همه کاری اون هست و بقیه بودجه‌هایی که دارن. به هر حال پیشنهاد قابل تحمل و قابل توجه است که بسته به تصمیم و اراده مردم ایران خواهد داشت در آینده. پیام بعدی رو میشنویم. من با وجود طرفدار پادشاهی پارلمانی هستم جناب چلنگی، ولی شاهزاده میفرمایند که در انتخابات آزاد فردای ایران آخوندان میتونن شرکت کنن، یعنی کسانی که به قصاص به قوانین سنگسار دست بریدن پا بریدن بر طبق طرفدارانشون 20 یا 30 تا نماینده بفرستن به مجلس. خب این که نمیشه، یعنی امکان نداره. دوم این که شاهزاده میفرمایند آشتی ملی، یعنی عفو عمومی، مفهومش عفو عمومی است. یعنی سردار رادان که برادر منو کشت، بسیار خوب برادر من معتاد بود، بحثی رو اون موضوع نیست. من بیام دست بدم به سردار رادان بگم خوب کاری کردی، و اگه بخواییم کسانی که جنایت کردن، دزدی کردن، بخواییم اونا رو دادگاهی کنیم، ده ها هزار سردار و آخوند و اینا رو باید بفرستیم به دادگاه زندان. خب اینم که نمیشه جناب چلنگی. میدونم شما میفرمایید که این سوال رو از خود شاهزاده بکنم، اما دوست داشتم نظر جناب عالی رو بدونم در این مورد اگر امکان داره. با سپاس، یک دنیا ممنون، متشکرم، قربان شما برم، خدا حافظ. اولا خدا نکنه قربان من برید، قربان هر کسی دیگری، تندرست و شاد باشید. نه در حال خود شما فرمودی، من دقیق نمیدونم ایشون شاهزاده رضا پهلوی در این باره چه گفتن. ما در باره عفو عمومی یا شرکت آخوندها در انتخابات، ملایان، هرچه که هست، بله در این رو بگم که در هر حکومت جدا بودن دین از حکومت، آخوندها به عنوان یک واحد شهری، یک شهروند ایرانی میتونن برن رأی بدن، نه اینکه به عنوان یک تجمع سیاسی مثلا فدایان اسلام یا هر تجمع دیگری. خب به عنوان یک حکومتی است، نظامی است، مجموعه ای که به اصطلاح دین از حکومت جداست و بقیه موضوعات، مثل بقیه جاها در کشورهایی که دموکراسی هست و بقیه موضوعات. این یک بحثه. بحث دوم رفع عمومی یک بحثی است، محدودیت هایی داره و بخشیدن و اینها، کسانی دستی به خون آلوده دارن، قتلی کردن، هیچ کسی، بنده یا کسان دیگر، شاهزاده رضا پهلوی و بقیه، هر کسی، هر شخصیت سیاسی، چهره سیاسی، تشکل سیاسی، چون حقی رو شخصا یا گروهن، که غلط هم هست، گروهن استفاده میکنم بعضی از کسان در حکومت، به هر حال اینها چون این حقی رو کسی نداره مگر صاحبان مسئله. صاحبان مسئله نمیشه کسان. من به خود محمد رضا شاه فقید، پادشاه فقید ایران اشاره کنم، در خاطرات علم هست، آمدن طلب بخشش کردن برای خانواده کسی از طریق علم مطرح شده، وزیر دربار بوده که پاسبانی رو کشته. البته یکی از فیلمسازهای مهمل باف حکومت هم با چاقو حمله به پاسبانی کرده بود که ظاهرا کشته نشد، زخمی شد، بعدها این فیلمساز دایی چریکی کرد. به هر حال پاسبانی رو کشته و محمد رضا شاه فقید به علم میگه کسانی که به من سوء قصد کردن من بخشیدم، اما این صاحب خون کس دیگری است، خانواده اون پاسبان باید ببخشه یا نبخشه. من نمیتونم به نمایندگی خانواده‌ای که بچه‌هاش اعدام شدن، از هر گروه سیاسی بودن، هر تفکر سیاسی، مثل مادر فدایی نیاها، چهار فرزندش اعدام کشته شده و اعدام شده، بگم بیاید ببخشید مثلا فرض کنید مصطفی پور محمدی رو عفو کنید، نه چنین نیست. دادگاه‌هایی باید
میتونه تشکیل بشه مثل بعد از آلمان هیتلری، چون دادگاه هایی میتونه انجام بشه، کسانی که محاکمه بشن عادلانه و آزاد برخوردار از وکیل بخشیده بشن یا بر اساس جرمی که مرتکب شدن مجازات بشن. تردیدی در این نیست، چون نمیشه آدم کشت و بعد مورد عفو قرار گرفت، در رو باز کرد برای آدم کشی های بعدی و کسان دیگه و تشویق کرد. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشنویم. جناب آقای چالنگی سلام عرض میکنم. این آشغالزاده های ایران هم مطابق دستور آقای خامنه‌ای در امریکا نباید از این واکسن های پایزر و اینا استفاده بکنن، چون دستوریشون کلی هستش برای اون آشغالهایی که در ایران، آشغالزاده هایی که در تهران در امریکا دارن زندگی میکنن. سپاس از شما. اشاره ایشون به آشغالزاده ها همون کسانی است که گفته میشه آقازاده، آقازاده ها هستند که همون بچه آجی آجیزاده ها، آقازاده ها. واقعا آقایی به معنی متعارف اون آیا در این رفتار و کردار و این کسان دیده میشه؟ با شما عزیزان هست قضاوت در این باره. سپاس بسیار از شما. خبر خوشی برای شما دارم، امیدوارم تایید بشه، کاملا به طور رسمی تایید بشه. گفته میشه در اسرائیل داروی کرونا به اصطلاح تولید شده یا در صدد نزدیک شدن به تولید نهایی هست. این خبر آمده، هنوز به طور رسمی از مراجع بین المللی تایید نشده این خبر، که امیدواریم به هر حال این بیماری هرچه سریعتر از میون برداشته بشه. چند خبر هست پیش از پایان برنامه، مایل هستم قطعا بعد از پایان برنامه که نمیشم این قبل از پایان برنامه با شما در میون بذارم. خانم سبا آذرپیک روزنامه‌نگار بازداشت شده، به خونه ایشون حمله کردن و به هر حال خبر از این داده شده که کامپیوتر رایانه هرچه که هست هر عنوانی که بدیم برداشتن و همه وسایل شخصی ایشون رو بردن با خودشون. یک سال بیشتر پس از انقلاب هنوز چنین صحبت‌های و اقدامات همون مثل روز اول هست. این خانم سبا آذرپیک هست که در آینده ایران با ایشون هست که ببخشه آزاردهندگانش رو یا شکایت کنه به یک دادگاهی که عادلانه تشکیل میشه. ظریف، محمد جواد ظریف وزیر خارجه فقیه هم آمده گفته اروپا به ما بدهکار است، بایدن فرصت دارد اظهاراتش را اصلاح کند. گفت یکی رو به ده راه نمیدادن، سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. اینم شد حکایت محمد جواد ظریف. بایدن باید فرصت داره اظهاراتش رو اصلاح کنه. این فرصت اصلاحات به حکومت ایران ظاهرا داده شد بارها و سالهای بسیار، اما درون چنین اصلاحاتی همین محمد جواد ظریف و شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام بلا نسبت شما رئیس جمهوری در آمد، حسن روحانی و بقیه مخلفاتی که دیدیم. فرصت اگر بوده برای شما بوده، نه بایدن و نه دیگرانی که چنین حرفایی رو طبعاً مورد توجه قرار نخواهند. سپاس بسیار از همراهی شما عزیزان در هر کجا که هستید و با تفسیر خبر در این سالها همراه بوده و هستید. به پایان برنامه رسیدیم، همراه با امین سپندرای عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم و امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنادراک، الوند، کو، زاگرس، تفتان، بینالود، دورفک، کوساران، تاراز و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد ماند.